همه ما گناه و اشتباه رو تجربه کردیم و همه ما در توبه و پوزش و تجربیاتی داریم که نتوانستیم با گناه و یا با اشتباهات خود کنار بیاییم که دلیل آن چه بسا وجدان ناراحت و باورهای مذهبی ما و یا اینکه ترس و نگران از این بودیم که رسوا بشیم. شاعری اعلام میکنه اگه میشه منو ببخش، پشیمونم خیلی زیاد، نمیدونم تو این روزا چه عذابی سرم میاد. گاهی هستش که ما نسبت به گناه بیشتر نگران هستیم که بعد از این که گناهی رو انجام دادیم چه بسا که در رنجی قرار بگیریم و اینم نیز از روی تجربه یافتیم. و اینکه حقیقتاً خداوند هستش که ما رو ملزم میکنه نسبت به گناهی که میکنیم و یا اشتباهی تا بتونیم توبه کنیم و پوزش بخوایم. مسلماً برای توجیهات گناه و اشتباهات دلایل خاص خودمون رو داریم، همچون نیازهامون، رفع مشکلاتمون، کشش های درونی، وسوسه های بیرونی که ما رو تحریک میکنه. هرچند در جبر خود را در گناه میبینیم، اما تصور این که حتی با ابزار گناه میتوانیم به پیروزی ها و رفع مشکلات غالباییم، فکر و احساس ما را آغشته از یک لذت خاصی میکنه که مجال فرار از گناه رو به ما نخواهد داد. و از این رو هست که میبینیم کلام خداوند نیز آشکارا در رومیان 3:23 اعلام میکنه همه گناه کردن و از جلال خدا، یعنی از قدوسیت خدا غافل بودن، نتوانستن به اون هدف اصلی که خداوند در نظر داشت بزنن. و از این موقعیت نیز، موقعیتی که خداوند ایجاد کرد برای فرزندانشون، استفاده خوب بکنن. و گناه رو در هر موقعیتی هر کسی یک جوری نسبت باور خودش، مذهب خودش و یا اینکه برای استعمار کردن دیگران تعریف کرده. یک اندیشمند ایرانی میگه، صحبت از سالهای قبل میکنه، شاید صحبت از 50-60 سال قبل داره میکنه، میگه زمانی که تصمیم گرفتم از روستا بیام بیرون و برم تهران رو ببینم، کت خدای ده ما که خیلی هم متعصب بود و باورهای مذهبی اسلامی داشت، به من گفت مواظب باش نکنه بری تهران پپسی بخوری، چون پپسی بخوری گناه کردی. ما گفتیم باشه. وقتی رسیدیم تهران، راستش تو دوستا خیابون که پیاده روی کردیم خیلی تشنه شدم، دیدم یه دستفروشی یه ظرفی اونجا گذاشته یخ و آب توشه، توشم نوشابه هستش. گفت همین که رفتم، گفت چی میخوای؟ گفتم تشنمه. گفت میخوای بدی پپسی بدم؟ گفت منم که اینقدر تشنه بودم، اینم دست کرد توی اون آب، تو اون گرمای شیشه قشنگ پپسی رو آورد بیرون، دیدم چقدر قشنگه. بعد گفت باز کنم؟ منم گفتم باز کن. گفت باز کردم، وای چه صدای قشنگی داره، ما تو روستای چنین چیز نخواهیم، مثلا برف از اینقدر صدای قشنگ بده. گفت وقتی که خوردم دیدم چقدر خوشمزه است. بعد فهمیدم گناه هم قشنگه و هم خوشمزه است، هم صداش هم خوبه. و به هر حال برای گناه هر کسی به نوعی یک تعریف خاصی رو داشته